رژیم ایران شدیداً زیر فشاره. گزارش نقض حقوق بشر احمد شهید به سازمان ملل عرض شده، توطئه تروریستیش برای کشتن سفیر عربستان در واشنگتن افشا شده و مهمتر از همه گزارش آژانس اتمی در مورد برنامه‌های نظامی هسته جمهوری اسلامی انتشار پیدا کرد. حالا ببینیم توی همچین موقعیتی لابی‌های وابسته به حکومت چه می‌کنن. یکی از اونها سازمان کسمیه که مخفف کارزار مبارزه با جنگ و تحریم علیه ایرانه. یه لابیه که با حمایت دفتر احمدی نژاد و عده دیگه از به اصطلاح کسانی که خودشون رو ضد امپریالیسم معرفی میکنن در سال 2005 تشکیل شد. هدفش هم این بود که گروه های چپ آمریکا رو جلب بکنه تا تحت اون عنوان که امپریالیسم آمریکا و اسرائیل و صهیونیسم میخوان به ایران تجاوز کنن و سناریو عراق رو در مورد ایران اجرا کنن، بیان اینها رو جذب خودشون بکنن، لابی بکنن و رژیم ایران رو بیگناه جلوه بدن، افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار بدن. و تونستن هم به کمک نایاک، همین سازمان کسمی، خیلی تاثیر بذارن، تونستن خیلی از فشارها رو از جمهوری اسلامی کم بکنن. حالا بیام با هم یه نگاهی به وبسایت سایت کسمی بندازیم، ببینیم در این شرایطی که رژیم این میدان تحت فشاره تو این سایت چه جور مقالات و گزارشاتی منتشر میکنه. الان موقع خوبیه که میشه دوستان رژیم ایران رو خوب شناخت. این وبسایت رسمی کسمیه، Campaign Against Sanction and Military Intervention Iran، که میگه که برای صلح و دیالوگ در جهان داره کار میکنه. اولین مقاله سایتی که نگاه میکنیم میبینیم بیانیه رسمی خود سازمان کسمیه که در اون میگه که غرب داره حلقه نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک دور گردن جمهوری اسلامی تنگتر میکنه و توضیح میده که جمهوری اسلامی بیگناهه. مقاله دوم که نگاه میکنیم تو این استاد محمد سهیمی نوشته، استاد دانشگاه، خودش صلح طلب میدونه. ایشون میگه که تمام اتهامات آژانس علیه جمهوری اسلامی پوچ و بیاساسه. مقاله سوم رو نگاه بکنید ببینید خود کسمی نوشته، نوشته دنیلنکو، یعنی همون دانشمندی که آژانس اتمی میگه با جمهوری اسلامی همکاری کرده، تمام اتهامات علیه ایران رو به تمسخر گرفته. مقاله سوم در اینجا مال کاوه افراسیابیه که همیشه به نفع جمهوری اسلامی مقاله می‌نویسه. توی این مقاله خیلی جالبه، اتهامات به قول خودش بی اساس غرب علیه جمهوری اسلامی سر توطئه تروریستی و اینها رو توضیح میده و میگه به ایران دارن بی خود اتهام میزنن. به جمهوری اسلامی پیشنهاد میکنه، میگه که راه‌ها اینه که ما بریم به سازمان ملل عدس آمریکا شکایت بکنیم که چرا این دروغا رو علیه ما می‌سازی. این پیشنهاد ایشون به جمهوری اسلامیه. مقاله بعدی از یکی از این به اصطلاح چپ‌های آمریکاست که میگه که تحریم علیه جمهوری اسلامی راه رو برای جنگ هموار میکنه. مقاله بعدی مال خود علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامیه که در او میگه که گزارش آمان و اعتبار آژانس اتمی رو ابین برده. اینو از فارس نیوز مستقیما گرفته، کسمی پخش کرده. دوباره این یکی نگاه کنید، میگه که وزیر خارجه شوروی گفته که باید آژانس اتمی تمام منابع خودشو بگه کیا بودن. اینجا میگه چه کسی دنبال تحریم کردن جمهوری اسلامیه، بعدش عکس نتانیاهو رو زده، یعنی اینه که دنبال تحریم جمهوری اسلامی، کسی دیگه ای نیست. بعد اینجا توی این یکی مقاله، یکی دیگه دوباره از همین چپ ها میگه که آژانس اتمی با این گزارش که داده نشون داده که سیاسیه و مقاصد سیاسی غرب و آمریکا رو داره پیش میبره. یکی دیگه از همین چپ ها توی مقاله میگه که این اتهاماتی که آژانس اتمی به ایران زده ما رو یاد دروغای میندازه که 8 سال پیش جورج بوش علیه عراق میگفت که میخواست حمله کنه به عراق، میگفت سلاح‌های کشتار دست جمعی داره. اینجا دوباره یه آقای کدی رهبران گروه‌های ضد جنگ آمریکاییه که دوباره داره میگه که جنگ طلبان آمریکا آماده میشن با ایران جنگ بکنن. این آقای گرت پورتر که دوست پارسی با هم همکاری هم میکردن، توی این ویدیویی که پر کرده تمام گزارشات آژانس اتمی در مورد جمهوری اسلامی رو یک به یک رد میکنه. این مقاله رو دوباره یکی دیگه نوشته، میگه که CIA در ایران داره عملیات گسترده پنهانی ترور رو داره در پیش میبره تا برنامه‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی رو از بین ببره. بعد
اینجا توی این مقاله نوشته که اسرائیل بوده که این انفجار مرکز موشکی تهران رو انجام داده. اینجا دوباره خود کسمیه نوشته که جنگ رسانه‌ای آمریکا علیه جمهوری اسلامی که چطور دارن دروغ می‌سازن. دوباره این همون کافه افراسیابی که دیدیم در اینجا گزارش آژانس رو کاملا بی اساس خونده. اینجا دوباره حرفای خود علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی در آژانس اتمیه. انگار که روزنامه جمهوری اسلامی نگاه بکنید. اینجا یک نظرسنجی سی بی اس که میگه آمریکایی‌ها طرفدار دیپلماسی با جمهوری اسلامی هستن. بعد اینجا خیلی جالبه میگه که این گزارش آژانس رو موساد، اطلاعاتش رو موساد، سرویس جاسوسی اسرائیل داده بوده به آژانس و همش دروغه. در این مقاله آخرم نگاه بکنید، در اینجا اومده برنامه اتمی اسرائیل رو مورد بررسی قرار داده. یعنی مال جمهوری اسلامی تا کنون همه دروغ بود، فقط میمونه مال اسرائیل رو که بعد حالا بشینیم بررسی کنیم. خب این یک صفحه از سایت کسمی بود که خودش صلح طلب میتونه. تمام مقالات در مورد بیگناهی رژیم، توطئه‌های امپریالیسم اسرائیل برای به حمله به ایرانه. سوال اینجاست که اگه خود رژیم ایران در آمریکا سفارتخونه و وبسایت رسمی داشت، آیا وبسایتش با وبسایت سازمان کسمی تفاوتی داشت؟